امشب یه شب دیگه است. من آمدم بیرون پارک جلوتونم طرف اول اسفنده، گفتم 22 اسفند با رمزون بناسی همچنان ادامه داره، رسیده به 2988 کوبی. گفتم به 3000 تا مرسه، 12 تا دیگه 3000 تا به 5000 تا هم میرسه. خب من سعی میکنم موضوعات مختلف رو راجعشون برنامه نویسم. این چند روز من زیاد برنامه نمیشم، سعی کردم این دو سریعتر رو نویسم، سریعتر هم مینویسم که سر موضوعاتی سریعتر بهشون پرداخته بشه، مخفول نمونه. و حالا یه مروری میخوام داشته باشم راجع به این چند تا برنامه‌ای که اخیرا نوشتم. یه مقدار راجع به توابع مختلفه، مثل گاما فانکشن رو مجدداً از طریق سری ایمپلمنت کردم، دی گاما فانکشن، تری گاما فانکشن، پولی گاما فانکشن. عکس‌های راجع به اینا تو اینستاگرام منتشر کردم. بعد در رابطه با همین موضوع یه سری برنامه راجع به نظری اعداد مثل همنشتی آد کردن اینجور چیزها، یعنی مخصوم علیه این چیزها راجع به نظری اعداد دیگه. یه سری برنامه راجع به این نوشتم، توابع مختلف در نظری اعداد. نظری اعداد مثلا توابعی که در واقع درش تعریف میشن، توابعی این که دومینشون دامنشون مجموع اعداد طبیعیه. مجموع اعداد طبیعی یعنی زد مجموع اعداد صحیحی که بزرگتر مساوی یک باشن، یعنی مثبت باشن، به اعداد مختلط، به رنجش در واقع زیر مجموعی از کامپلکس نمبرز، مجموع زیر مجموعی از اعداد مختلط. من در راجع به این چیزا نوشتم و یه سری برنامه‌ای هم راجع به مثلا مایتسیسی همین بحثه air pollution و water pollution که هم طور ادامه که این مسئله هم بهش پرداخته بشه، چون بعضی ها به اینجور چیزها علاقه دارن، به اینجور چیزها میپردازن. مسئله عنوانی حالتی من این سری مسئله مواصفاتی هم انجام دادم و برنامه زیادی این چند روزه نوشن میگه همین یه روز پرویز بود فکر کنم توی روز بیش از 30 تا برنامه 34 تا برنامه نوشن و همینطور ادامه داره. من مختلف می‌رسم موضوعات مختلف سعی می‌کنم پیدا بکنم. راجع به ایمپلمنت کردن توام توضیح دادم، گفتم که توام به فرم‌های مختلف ایمپلمنت می‌شن. یه شیوه‌ای برای ایمپلمنتیشن توام وجود داره که شیوه‌ای که بهش میگن شیوه افیشنت، یعنی واسه افیشنسی درش مطرح بوده، شیوه‌ای که با سرعت بیشتر حافظه کمتر توام مثلا محاسبه کنه، مثلا در واقع اپروکسیمیت بکنه توام رو مثلا، و البته با دقت خوب با سرعت بیشتر با استفاده حافظه کمتر. یه نمونه شو مثلا تاب خطا ارور فانکشن من و معکوسش رو من ایمپلمنت کردم، دو تا برنامه هست مرجعش هم گذاشتم واسه ایمپلمنتیشن تاب و افیشنت ایمپلمنتیشن، ایمپلمنتیشن اف فانکشن و افیشنت ایمپلمنتیشن اف فانکشن، که هر چیزی بخواد تاب رو به صورت افیشنت ایمپلمنت کنه، یعنی پیاده سازی بکنه، این باید روابطش رو پیدا بکنه. اگر یا خود طرف باید روابطش رو استخراج بکنه، خب کار زمانبری، کار تحقیقاتی محسوب میشه، یا اینکه روابطش رو پیدا کنه، جای مرجعی هست اون توابع رو ایمپلمنت کنه. من هر وقت روابط افیشنتش رو پیدا بکنم سعی میکنم ایمپلمنت بکنم، و یعنی اون تعریف اصلیش خب چه به اگه مثلا حالت انتگرالی داشته باشه، تعریف سری داشته باشه، خیلی هاش حالت سریه درش هم انتگرالی من ایمپلمنت میکنم، بعضیش حالت پایدار نیست، خیلی خیلی استیبل نیست، حالا باید یه ترفندهایی زد، روش های به کار برد، بعضیش هم حالا این دار زمان برتره، روش های افیشنت تر هم باید پیدا کرد. چجوری مثلا میگم یا آماده است، یا مثلا خود شخص یه سری ترفندهایی به کار برد، دامینش رو یعنی دامنش رو قطعه بکنه در بخش های مختلف که احتمال مثلا استیبل نیست، مثلا روش دیگه به کار ببره، یا ترفندای به کار ببره که بتونه اون رو اون تابرو مثلا محاسبه کنه، یا اینکه اگه تابه مثلا میخواد سریعتر محاسبه بشه، روش سریعتر رو براش ابداع بکنه، یا مثلا اپروکسیمیتش بکنه، مثلا تقریبش بزنه. خب
خب راجب اینا من توضیح دادم چند دقیقه شد، بیش از 5 دقیقه شد و همینطور برنامه‌نویسی رو ادامه میدم. امشب اومدم بیرون و همینطور اینجا دارم صحبت کنم، دورم بزنم در واقع این اطراف اینو دار دور میزنم. چرا قشنگه؟ خب برم سمت رو ادامه دارم. تصویر پویایی و تحرکت از خودم یه نشون بدم، یه دا حرفای درشن بزنیم. خب من همیشه انتقاد از روانپزشکای فاسد تو برنامه دارم. من این بار دیگه میگم که روانپزشکا خیلیشون موجودات فاسدی هم، اکثرشون مگر که خلاف ایستاد.